خب قبل از اینکه این قاب باز بشه و شما مهمونمونو ببینین، میدونم که برای خیلی از دهه 60 همسن و سالای خودم، اواخر دهه 50 حتما این قاب خیلی خاطر انگیز و نوستالژیکه. یعنی میخوام توضیح بدم، میبینم که ایجاست، فقط شما این قابو ببینین الان، باز کنیم قابو. سلام. سلام، حال شما چطوره؟ خوبم. عید شما مبارک، خوش آمدین. میخوای بگم یه تشویق خوشگل بکنن شما رو؟ بله. موافقی؟ بله. تشویقش کنیم. آقای موزنی جانم، ما از این کارا میکنیم دیگه. چه خبره امشب؟ ما از این کارا بلدیم دیگه تو این برنامه. چه خبره امشب؟ آره، اینه چیزه محمد حسین طباطبایی، خودشه دیگه، طباطبایی دیگه. زمان نه، زمان رفته به عقب. اونه آقا خیلی طباطباییه، زمان رفته عقب. من نمیدونم شما چی فکر می‌کنید. علامه خود... محمد حسین یعنی این حالت طباطبایی صاحب تفسیر المیزان که نیست. مدل نشستن و عبا حسنه شما یادته؟ خیلی آدمه. همشهری بودیم دیگه، قم. ها اون ایام شما قم بودیم. بله بله، اون ایام قم بودم. خیلی شبیهشه واقعا. خب اسمش چیه حالا؟ محمد حسین که نیست اسمش. شما میشه خودتو معرفی کنی؟ سید محمد محسن. سید محمد محسن طباطبایی. بله، سید محمد محسن طباطبایی رو تشکیل کنیم. الله اکبر، الله اکبر. میخواین یه خورده بریم به اون سالا؟ الله بریم. ما یه اصلا همون سالا هست. یه بیشتر بریم، بیشتر با حضور خودش بریم به اون سالا. 26 سال پیش بریم. خداوند متعال در سوره فرقان بنده های خوبشون رو معرفی میکنن و 12 صفت و ویژگی برای اونا ذکر میکنن. یکی از اون ویژگی ها اینه که اونا همیشه به خدا میگن والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خب آقا چقدر پدر مادرها زدن تو سر بچه ها که اگه بچه سید محمد حسین طباطبایی تو چی هستی؟ واقعا اون دهه دهه عجیب بود دیگه، همه پدر مادرها هم میدیدن و فکر میکنم اولین، نمیگم اولین، از اولین ها بود که در این حد گل آره، کرد. آره. اولین نفری بود که سید محمد حسین، اولین نفری بود که من اینجوری یادمه. بله بله، که حفظ رو به صورت موضوعی کاملا، غیر این که حفظ ترتیبی داشت و از بچگی و از بچگی 5 سالگی جوابهای دندان شکم میداد. آره. جوابهای بهت‌آور، یعنی هر کسی خاطره ای اگه با سید محمد حسین طباطبایی داشته، با اینکه حواسش با مردم نبوده، با دستش با بازی می‌کرد. بچه‌ فکر می‌کنم اولین نفری بود که پرسش‌های موضوعی رو. آقای بوزری من یه خاطره بگم، یه عکس دیگه ببینیم بعد شما خاطره بگین، یه عکس دیگه هم ببینیم. اسد محمد حسن، برگردون عکس محسن. اسد محمد محسن. آقای ابوالقاسمیه. این قبل از میلاده. یاد بادان موزگاران، یاد بادان حسن شیطان. این نظار حامد کجاست آقا؟ اینجا مناست. مناست. ببینید سال 76 موقع سال تحویل من دعوت شدم برم تلویزیون برای تلاوت قرآن در ابتدای سال. وارد رژی که شدم اتاق فرمان، بله اتاق فرمان، دیدم که پدر محمد حسین نشسته و محمد حسین روی مبل خوابیده. محمد مهدی. سید محمد حسین خوابیده روی نه پدرش من زرن. بله که سید بله محمد بله. سلام علیک کردیم، خب با هم دوست بودیم. گفتم چه خبر؟ گفت ما امسال مکه رفتنمون نشد. گفتم چرا؟ گفتم یه مشکلی داشتیم، پاسپورتمون جور نشد. گفتم من فردا دارم میرم، فرداش قرار دارم سفر حج. گفتم میرم اونجا به بچهای بسه میگم پیگیری کنن. چه خبر از محمد حسین؟ گفت آقا یه حرفایی میزنه تازگی. گفتم چی؟ گفت یه آیاتی رو تو میخونه اصلا به عقل هیچ کس، منم نمیدونم کجا پیدا میکنه. من شک کردم، نمیدونم یه دفتر اونجاست. گفت اینها ببین،
دیدم این جوابایی که این بچه 5 ساله داده واقعا در حد یک مثلا عالم بالاتره. پیش خودم گفتم خب طبیعیه، خب هر پدری بچه‌شو دوست داره، خودش هم کمکش کرده و از این حرفا. یه شیطون اومد تو ذهنم که این حقیقت نیست. چون نمیشد آقای بزرگ. اصلا من میخوام مثالاشو بزنم باورتون نمیشه. محمد حسین از خواب بیدار شد. پدرش جوراباشو پاش کرد، آماده شد برای رفتن روی صحنه. این پاچه شلوارش تو جورابش گیر کرد. من قشنگ یادمه. گفتم محمد حسین. گفت بله. دقیقا همین شکلی. گفتم که این پاتو پاچه شلوارتو درست کن. اگه راست میگی برای این یا آیه بخون. گفت و کشفت فکشفت انساقی ها. الله. بعد جالب گفت البته من مردم ها. زن بوده. من مردم. اون ها داره آخرش. من واقعا از خودم خجالت کشیدم به خاطر شکی کردم و این جواب دندان شکنی که شنیدم. و فرداش که رفتم اطلاع دادم، دوستان اومدن توی اون جلسه هم که نشوندن، من اونجا حضور داشتم که یکی از بزرگان گفت حالا ما یه جایزه میخواییم به بچه بدیم دیگه، الان میگیم مثلا که یه اسباب بازی. گفت خب میخوام به جایزه بدم محمد حسین، چی بهت بدم؟ گفت و جاعت سیارتون، یعنی ماشین. خیلی خاطرات خوب دادن ماشینی یا نه؟ نه خب ماشین کوچی شد. بعد آقای قرائتی تو همین صحرای منا یه دفتر دنبالش بود، صد برگ، فقط میپرسید محمد حسین برای این چی رو بخونیم، برای این چی رو بخونیم. چند تا دوربین فیلم برداری اونجا بود. گفت برای دوربین فیلم برداری بلدی آیه بخونه؟ گفت ما هذه التماثيل التي انتم لها. محمد محسن طباطبایی، من بشینم کنارش. آسد محمد محسن فرزند آسد محمد حسین طباطبایی. حالا در کنار فرزند میخواین پدر رو هم دعوت بکنم؟ بله. خب این شما بعد از 20 و چند سال 6 سال بعد از 26 سال این شما و آسد محمد حسین طباطبایی. آها سلام علیکم. حال شما چطوره؟ عید شما مبارک. بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. من بودم با این صدای تشویق نمی اومدم اصلا. قرار. بفرمایید. خوش آمدید. آقا اول واقعا همه به اشتباه افتادن. استاد محمد محسن رو کیدن. ولی ماشاءالله شما بعد از همه این سال‌ها هنوز جوونی، یعنی این گذر ایام به نظرم بیشتر باید تو چهره ایشون باشه. یه سلام علیک بکنید. خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضار محترم، برادران و خواهران گرامی، به ویژه اساتید قرآنی خودم، عزیزان ارجمند. خدا رو شاکرم که در خدمت شما هست. سلامت باشین. نماز روزاتون قبول باشه. قبول حق ان شاء الله. آقا مساكم الله بالخير. خوشحالم. من خیلی خوشحالم. خیر والعافیه. و مرحبا. شرفتم سيدنا العزيز. الله يا مرحبا. حالا دیگه شب شب ولایت ما مشتاقم. مطمئنا خیلی از مردمم براشون سوال بود که اون محمد حسین طباطبایی چی شد؟ اینجاست. چند تا فرزند دارین؟ بنده 3 فرزند. 3 تا پسر؟ نه، اولی دختر هست. زنده باشه. ایشون 10 سالشه. ایشون پسر اول من و فرزند دوم من سید محمد محسن که 8 سالشونه. سومی هم سید محمد ابراهیم 1.5 سالشه. بچه ها حالا هم دختر عزیزتون هم آسد محمد محسن هم تو فضای قرآنی هست؟ بله، چون هم مدارس قرآنی میرن. البته ما در واقع کمی آزادشون گذاشتیم که خودشون به حال با کلاس پیش برن، یعنی فشرده براشون بحث حفظ رو برنامه‌ریزی نکردیم. حالا دارن کم کم کار میکنن. خواهرشون تمام جزء 30 رو الان حفظ کردن، حالا مشغولن دارن یاد میگیرن. ایشون هم تقریبا 1/3 از جزء 30 رو حفظ هستن. باری کلا این درسته. پدر بزرگ حافظ، پدر حافظ. آه پدر بزرگ حافظ، پدر در سن 5 سالگی حافظ، ولی به بچه‌ها فشار نیوردن. اصلا این درسته. آقای طباطبایی خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. خیلی ارادت داریم. ارادت داریم. من
یادم نمیره چقدر ایشون جذب کردن. حالا اینا به کنار، آقا رسالت یه صورت جذاب و نورانی و باحال داشت ایشون، خیلی کیف میکرد. حتی فیلمایی از ایشون و پدرشون پخش میشد که پدرشون بازی میکردن با ایشون. آقای طباطبایی یک نکته میخوام بگم، یه خواهشی دارم. بفرمایید. میخوام اینو اجابت کنید شما. خواهش میکنم. چند تا چیز میگم، شما آیهشو بخونید. بفرمایید. آقا رسالت بوذری، ابلغکم رسالات ربی. حسنین الحلو، قل هل تربصون بلا الا احد الحسنین. آقا خیلی قشنگه. الله اکبر. آقای طباطبایی بودن خطا است. حالا قاسمیان، آقای قاسمیان، قاسمیان و قاسمه هم و انی رضوان درویش و رضوان من الله اکبر. ماشاءالله ماشاءالله. واسه من آیه نداری. آقای ابوالقاسم یه زمانی تو جنگ اشتباهی تانکای دشمن رو اشتباه گرفت، رفت جلو، یه دفعه دید عراقیان اومدن شروع کرد داد زدن. قرآن خوندن چند تا آیه خوند. اینو خودم میگم، ان البقره تشابه علینا. تو اون حالت چی مثلا، چه آیه براش؟ ان البقره تشابه علینا خلط و عملا صالحا و آخر، یعنی خلط کرد و بعد من چی میخونه آیه؟ شما بفرمایید. من التائبون العابدون الحامدون. بله هم حامد هم شاکر، هم شاکرن علی ما. بله ممنونم، متشکرم، به افتخارشون. آقای طباطبایی ببخشید من به صحبتتون ورود پیدا میکنم، خیلی کوتاه. بله بله بله. خاطره هستش، بار دومی که به لطف خدا به حج مشرف شدیم، حج عمره، در هتل در مدینه بودیم به همراه پدرم. یه شخصی بود انگلیسی بود، اونتا می اومد برای حج اینها و گفت که شما از آیات قرآن استفاده میکنید؟ گفتم بله. گفت خب شما بفرمایید که اسم من کجای قرآن اومده. من فکری هم گفتم حالا شما اسمتون بفرمایید من ببینم آیا اومده یا نه. گفت اسم من کوک هست. کوک. گفتم بله. و ترکوک قائما. آخرین آیه سوره جمعه. خیلی خوشش اومد. گفت واقعا چه جالب. گفتم نه، اسم شما نیست، این حالا فعل و ضمیر به هم رسیده، خیلی اتفاقی این مثلا کلمه شکل. شما وقتی جواب میداد خب برای مردم دیگه دنیا عجیب بود، یه بچه شیعه 5 ساله‌ای که با اون تبلیغات منفی که بله سال‌ها شنیدن که اصلا شیعه ها نمی‌دونن قرآن چیه و قبول ندارن، یا قرآن دیگه‌ای دارن، قرآن دارن. انواع و اقسام سوال‌ها رو ازش کردن. یه شخصی بلند شد، واقعا معلوم بود عصبانیه از این موضوع و نمی‌دونه چیکار باید بکنه. میدونست اسم این آقا محمد حسین و ما محمد حسین تو قرآن نداریم، داریم الان میگه داریم محمد که خب هست، نه محمد حسین، ولی نه با هم کنار هم نداریم. گفت خب اسم تو قرآن کجاشه؟ خیلی بی‌انصافی کرد. یعنی میتونست هر بالاخره شما هر سوال مثلا میگفتن چند سالته، میگفت باید اون 500، یعنی 5 ساله، ولی گفت اسم تو قرآن به من بگو. که این محمد حسین اونجا به اصطلاح حالا هر نیت سویی که داشت تحقیرش کنه. محمد حسین 2 ثانیه مکس، من واقعا داشتم سکته میکردم. میدونم گفت بودی شما تو اون جلسه؟ بله. گفت انی عبدالله، واقعا اسمش مبارم، ولی اومد یه آیه رو گفت انی عبدالله. شاید خودش مثل اون زمان 5 سالش بود یادش نباشه. این شخص از خجالت سوال سختی که کرده بود و این به صدا فرزند رو اذیت کرده بود، شرمنده شد و بارها تو صورت خودش زد و افتاد به دست و پای این آقای محمد حسین. آقای محمد حسین عزیز، آیه طنزم داریم؟ بله. من شما البته مستحضر ما خیلی تو مواقع جدی به لطف خدا، فضل خدا، فضل ربی، استاد اشاره کردن، استاد ابوالقاسم یکی از کارهایی که به لطف خدا بنده انجام داده بود که تو حتی موقعات جدی من آیاتی رو به مزاح مثلا میخوندم که این فضا تلطیف بشه. و حالا من از مکه که شما اشاره فرمودید یه خاطره زیاد دارم. یکیش این بود که تو همون در واقع مراسم های حج تمتع، دو تا برادر اومدن که اینا تازه از حلق برگشتن، مراسم تحلیق و حلق و اینها، سراشون تراشته بودن، به اصطلاح برق انداخته بودن و اومدن اونجا. یکیشون کنار ما نشست، اومد سلام علیک کرد نشست و تا نشست برادرش هم
که شبیه به اونم کچل کرده بود اومد نشست. من تا این حال دم خوندم نورون علا نور، با اینکه اصلا نورون علا نور خب دلته با خداوند اصلا مقام فهم کنه، ولی گفتن یعنی این کلش نورانیه، اینم کلش نورانی اومد نشست. خیلی خوب. یا مثلا من یک خاطره دیگه دارم که توی یکی از بیوت یکی از آقایان امام جمعه بودیم، امام جمعه که از شهرهای ایران منزلشون بودیم، اتفاقا توی جنوب بود فکر کنم اشتباه نکنم، بعد خونهشون مورچه داشت، مورچه اومد مثلا اومد اونجا نزدیک، دیدم داره راه میره مورچه، من خوندم رو کردم به اون مورچه گفتم ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، مواظب شید آقا لهتون نکنه برید تو خونه هاتون. یا یکی دیگه از شخصی بود که ما وارد بیتشون شدیم، گفت که در اولین دیدارش گفت منو میشناسی؟ گفتم که بله من شما رو میشناسم، یعرف المجرمون به سیما، بله شما کاملا میشناسم. آقا ازش سوالای سخت پرسیدن، یه سوال فقهی خیلی سخت نمود ازدواج اونها پرسیدن، آقای قاضی گفت آقا این چه سوالای اصلاشون نمیدونه ازدواج چیه، ایشون گفت ففهمناها سلیمان، یعنی یه چیزی گفت که یعنی میدونم ازدواج هستی، نمیدونم حالا خودش یادش هست اینا رو، بعضیاشو یادم هست که صحبت کردیم تو همون عکسی که تو مناونه، ایشون گفتن که تشریف بیارید تهران، جای قرائتی فرمودن تشریف تهران خونه ما در خدمتتون باشیم، من خوندم فلان ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، بابام اجازه بده من خدمتتون میسم، خب اگه بیای من بهت سکه میدم جایزه میدم، گفتم سنم درو اصدقت ادامهش حالا الان اینا وعده است، حالا بالاخره بزودیم فهمیم بخیر وعدت راست بوده یا نه. به به الله اکبر. آقا تا فردا صبح هم بشیم، آره شیرین، خیلی شیرین، ما که شیر نمیشیم واقعا لذت. آقای طباطبایی من یه سوال آخر خودمو بپرسم، برنامه ما رو دوست داشتین، حضورتون فرحین ما آتاهم الله من فضله، واقعا خوش باعث خوشحالی بود، سرور بود و باعث فخر و باعث بنده بود که در خدمت عزیزان باشم، اساتید قرآنی، برادران و خواهران گرامی ارجمند و در خدمت مردم عزیز ایران، و من به دوستان هم گفتم که جای همچین برنامه واقعا خالی بود، به این کمیت و کیفیت ما این برنامه رو در مباحث قرآنی نیاز داشتیم و امیدوارم که انشالله این یک شروع خوب و آغاز خوب برای این برنامه ها باشه که واقعا میتونه جزء برنامه های مهم تبلیغی برای امور فرهنگی و به طور خاص قرآن کریم باشه. خیلی ممنونم ازتون آقایون، نکته‌ای مطلب ممنون. خیلی ممنون، متشکرم، کیف کردید، زنده باشی. آقای طباطبایی در مورد معلمی که خیلی خوب نباشه آیه دارین؟ نه نه اینو نگی، توی غرض دیگه ای داره حامد. حالا من دوست دارم برگردم صدای مثلا نامطلوب، من دوست دارم برگردم بر آقا شب عید دعوا رو ننداز دیگه، با هم خوب باشی، سلیقه‌ای که هیچیو نه با هم آدمای خوب مثلا با هم دوست باشی. آقا برگردونم به سمت اساتید و میزبانانمون جان. استاد طباطبایی اینجا بودن، کیف کردیم، شما با مثلا یه آیه این فضا رو دیدین، شما با یه آیه تموم کنید. و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علینی و الصنع جانا سخن از زبان ما میگویی. الله الله الله. انما نطعمكم لوجه الله لوجه الله حمد حمد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. آقای طباطبایی رو تشویق بکنید. آقا خیلی شیرین حضورتون، خیلی شیرین. سلامت باشید.